جدای طلبان هوادار روز روز جمعه شروع به عقب کشیدن سامانهای موشک گراد با چهار کامیون و نیز سلاح سنگین خود از حوالی شهر دونسک در شرق اوکراین کردند. ارتش اوکراینی سلاحهای سنگین خود را در حالی عقب میکشد که درگیریها و تبادل آتش کاملا متوقف نشده است در چنین شرایطی پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین میگوید حتی اگر آتش بس بین کیف و جدای طلبان برقرار شود تهدیدات نظامی از ناحیه شرق کماکان بر جای خواهد بود اشاره وی بیشک به روسیه است که اتهام کیف و غرب مبنی بر حمایت نظامی و تسلیحاتی از جدای طلبان را رد میکند اما همزمان سازمان امنیت و همکاری اروپا از فروکش کردن درگیری ها در شرق اوکراین می گوید. در چند روز گذشته عملیت های جنگی در سراسر مناطق درگیری به رغم تبادل آتش در اطراف فرودگاه دونسک و نزدیکی شهر ماریوپول کاهش یافته است. در دو روز گذشته نیز شاهد نشانه های قابل توجه از روی هر دو طرف در عمل به مسئولیت های خود در قبال مفاد توافقنامه مینسک بوده ایم. روز جمعه در اطراف بندر استراتژیک ماریوپولیس نیز به گفته ساکنان روستای شیروکینه اولین روز بدون تبادل آتش بود. کیف نگران است که جدای طلبان به دنبال محاصره شهر دبالسوه و تصرف کامل آن در روزهای پس از آتشبس در پی تکرار این سناریو برای شهر ماریوپل باشند